تجربه روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. بازپخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. با درود بسیار زیاد بر همتون و واقعا تشکر از همه شما به خاطر تمام محبت ها و لطفی که به من دارین، با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه خودم رو شروع میکنم و واقعا میخوام این پیغام رو بهتون بدم که چقدر خوشحالم، چقدر متشکرم که اون ندا رو به من میدین که کلام من در شما تأثیر گذاشته، تکنیک هایی که من اینجا ارائه کردم براتون برای زندگیتون کارایی داشته. هدف من فقط همین بوده، مسئولیتی که در جهان هستی من احساس کردم و دارم برای شما با این مسئولیتم زندگی میکنم، اینه که بتونم شما رو متحول کنم. تحول شما آرزوی منه، اینکه بتونین همواره موفق و شاد و در زندگیتون احساس امنیت بکنین. اینم بستگی داره به خود شما و اینکه چجوری میتونیم ما طرز تلقی و طرز تفکرمون رو تغییر بدیم. ما ذهنمون میتونه بزرگترین دشمن ما باشه، میتونه بهترین دوست ما باشه. وقتی به چیزایی که دلمون نمیخواد روش فکر میکنیم و همواره خودمون و انرژیامون رو از بین میبریم و درین میکنیم، اون موقع ذهن ما دشمن ماست، یعنی به عنوان یک دشمن با ما کار میکنه. ولی موقعی که ما داریم واقعا با ذهنمون، تو ذهنمون خواسته هامون، آنچه که میخواییم برامون در زندگی اتفاق بیفته، اونا رو کرییت میکنیم، خلق میکنیم، اون موقع از ذهنمون به عنوان بهترین دوست خودمون داریم استفاده میکنیم. پس یاد بگیریم که قدرت تخیل و تفکر و قدرت ذهن ما به حدی هستش که از قدرت اراده خیلی بالاتره. ما میتونیم با تفکر خودمون، با تخیل خودمون کامیابی، موفقیت و آنچرا که خواسته ماست که در زندگی به دست بیاریم بهش برسیم و موفق بشیم. اما نمیتونیم با تفکر منفی و در حقیقت فوکوس یا تمرکز بر تمام چیزایی که ما رو اذیت میکنه. اینجوری شد، گذشته من اینطوری بود، کسی که مثلا زنگ میزن اون ما مثلا 30 سال پیش مورد این مشکلات قرار گرفتیم، حالا خانوادهمون این کاری کرد، اونجوری رفتار شد، اینا خب درسته. شما نمیتونین خودتون رو از قدرت این تفکرات منفی رها کنین. من کارگاه آموزشی که گذاشتم واقعا برای اینه که اون قدرت رو در شما به وجود بیارم، یا کسایی که خب به هر حال با من تراپی میکنن، من با تکنیک هایی که بهشون یاد میدم میخوام که بدونن و انتخاب کنن که چه تفکری براشون سودمنده و اون چه کاری رو میتونن انجام بدن. من حالا یه تلفنی رو جواب میدیم. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام علیکم. خوب هستین؟ خسته نباشین. ممنونم شما هم همینطور. امیدوارم که منو قطع نکنید. درود بر شما که زنگ زدین، صداتون الان نمیادش. چیزی که مهم هست برای همه شما و اون اینه که ما چطوری که مثبت‌های آدم‌ها رو نمی‌بینیم و دنبال یه ایراد میگردیم. جامعه ایرانی متاسفانه تفکرش طوری هستش که نمیدونم، میخواد اون آدمی که حالا داره حمایت میکنه، داره کمک میکنه، آدم های مختلف تو همین لس آنجلس هم و حالا موفقا مردم بهشون باور دارن، بلیف دارن، قبولشون دارن، میخواین یه جوری اونا رو در حقیقت سرکوبشون بکنن. دست که ما باید خیلی خوشحال باشیم از اینکه هموطن ما آدم موفقی شده و میتونه کمک کنه به جامعه ایرانی. اینا رو ما باید در نظر بگیریم. دنبال ایراد، ببین، جوینده عشق باشید نه یابنده عیب. دنبال اینکه از یکی عیب جویی کنیم و بخواین اون آدمه رو یه جوری
زیر پاشو خالی بکنین بدترین کاریه که ما میکنیم. و هرچی که ما هر کاری که برای دیگران میکنیم، اینو باور کنین که با هر دستی که بدی، با هر روشی که کار انجام بدی، با همون دست میگیری و همونطوری شما رو در اون معرضه اون مسئله قرار میدن، چه بخواین چه نخواین. ممکنه شما باور نکنین به خاطر اینکه یادتون نمیاد چه کارهای اشتباهی ممکنه کرده باشیم، یا یادتون نمیاد چه کارهای نیکی کردین. وقتی که یه جایی راهی گشایشی براتون باز میشه، بدونین که یه جایی کار نیکی کردین، شاید خودتون یادتون نیست و الان دارین نتیجهشو میگیرین. یا وقتی که یه کار اشتباهی کردین و یادتون رفته، حالا یه اتفاقی براتون میفته، یه جوری شما هرت میشین، ناراحت میشین، بعد یه جوری هینت به خودمون بدیم ببینیم کجا چیکار کردیم که یه همچین نتیجه برای ما داره. به هر حال من در مورد این سمینار صحبت میکنم، اتفاقا نحوه سمینار تغییر کرده به این شکل که هر کسی دلش میخواد میتونه با زمینی بیاد، هوایی بیاد و حتی محل هتل خودش رو از طریق معرفی اون لیدر توری که توی ارمنستان اصلا به هر حال برنامه ریزی داره معرفی میکنم و شما میتونین هر اتاق هتل، نمیدونم هتل آپارتمان ارزونتری رو انتخاب بکنین که بتونین توی این مرحله شرکت بکنین. فقط تنها چیزی که هستش یک فقط هزینه کارگاه آموزشی و اون محلی که برای کارگاه در نظر گرفته شده و تمام اون تجهیزاتی که اونجا در اختیارتونه، که خیلی هزینه این مسئله خیلی خیلی کمتره از اینکه حالا بخواین حتما با هواپیما بیان یا بخواین هتل های اونطوری رو برین و میتونین. بله، درود بر شما، بفرمایید. سلام سفر فرم دکتر، نظرت میخوام. من نارسی اعصاب دارم، بدوی وسواس فکری دارم و بعدش این که به گفته اعصابی من بدوی نمستم، الان 7-8 سال زیر نظر متخصص دارم، دارو میخورم و آمپول میزنم، آمپول فلانوکسول هم میزنم. بعد میخواستم بگم من قدم 180 وزنم شده 135، میخواستم بگم این چرا این داروهای که وزن زیاد میکنن، دلیل چی که راجع به این صحبت میکنه و این که من باید چیکار بکنم به خاطر وزنم و راجع به داروهایی که وزن زیاد میکنه اگه میشه یکم توضیح بدید خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم، از تلویزیون گوش بدین. بله، ممنونم. ببینید ما که خودمون دارو تجویز نمی کنیم، اونایی که تراپیست هستن خودشون دارو تجویز نمی کنن. دارو رو بایستی شما گوش، شما تلفن قطع کنین خواهش میکنم. ببینین دارو رو روان پزشکتون براتون تجویز کرده و باید با خودش صحبت بکنین. اگر حالا اضافه وزن آورده، اگر به هر دلیلی مشکلی در ارتباط با دارو پیدا کردین، میتونین با خود پزشکتون مشورت بکنین و برای وسواس فکری و عملی، خب میتونیم از طریق مشاوره اون وسواس فکری و عملی رو به هر حال کمش بکنین. با دارو اونا کم نمیشه، اون پدرنای الگوهای ذهنی ما هستش که اینجوری وسواس فکری در شما به وجوده. الگوهای فکری البته یه زمینه های ژنتیک هم داره که هم باید دارو استفاده بشه، همین که الگوهای ذهنیتون رو و طرز تفکرتون و حرکاتی که تکراری زیاد انجام میدین اونا رو تغییر بدین، که اونم از طریق مشاوره یا تراپی میتونه امکان داشته باشه. و در مورد این سمینار که من داشتم براتون صحبت میکردم، امکانات خیلی بهتری براتون فراهم شده، فقط برای اینکه بتونین شماها با هرچه هزینه کمتر بتونین خودتون رو برای این مسئله برسونین. دیگه انتخاب خودتون هستش و این چویسی که ما داریم، و اگر فکر میکنیم که برای گردش و تفریح خیلی چیزا رو ما استفاده میکنیم، حالا اینم خودش در ضمن یک گردش و تفریح، در ضمن یک آموزشی هم هستش. البته فکر میکنم روزش به جای 4 روز شده 5 روز و این 5 روز رو حالا با اون دفتر من 0912-390-2686 تماس بگیریم و جزئیات رو بهتون میگن
هر مسئله‌ای که به هر حال در رابطه دارین میتونین با ایشون در میون بگذارین، چون من واقعا فقط اینجا یک اعلام کننده هستم و جزئیات و تغییرات و آپشنایی که بهتون میدن از طریق دفتر من هستش و میتونین با دفتر من تماس بگیرین که بهتون اون آپشنا رو توضیح بدن و این ارزش رو برای خودمون قائل باشیم که بیام یه تغییر پویا بکنیم، هم تفریح هم میتونه براتون آموزش باشه. هر دوتاش رو در نظر میگیریم، جنبش رو بر خودتون در نظر بگیرین که میتونه براتون اینطوری مفید باشه. به هر حال ما وقتی که باید یادمون باشه دست از قضاوت برداریم. هر وقت که داری قضاوت میکنیم بدون کار اشتباهی ما داریم انجام میدیم و خودمون میریم زیر قضاوت دیگران. دست از قضاوت دیگران برداریم، دنبال نکته منفی در هیچ کس نگردین. میگه حتی در همسرتون، در بچه‌تون، میگه زیبایی های منو ببین، خوبی های منو نگاه کن، دنبال این که یک عیب یک ایرادی در افرادی که دوست دارین، افرادی که مورد علاقتون هست و فکر میکنین داره بهتون به هر حال، حالا حتی کسایی که به شما لطف میکنن و بهتون یک پیغام های درستی رو میدن، دنبال جوینده عیب نباشین که بخواین هرت کنین آدم ها رو، جوینده عشق باشین که آدم ها رو بهشون اون پیغام های درست رو بدیم. تشویق خیلی بیشتر از تنبیه کار میکنه. دنبال این که انتقاد بکنیم نباشیم. بفرمایین. درود بر شما روی ممنونم خانم دکتر. من تمام برنامه شما رو دیدم، بعد بسیار از برنامه شما رو ضبط کردم. بعد اینکه خانم دکتر من یه زن خیلی بگم خیلی خوشبختی هستم نیستم، مشکلات بسیار زیادی دارم، تنها زندگی میکنم. خانم دکتر من خیلی روش رو رفتم، یعنی خیلی کار رو خودم انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم. الان میخوام ببینم ایراد از منه، ایراد از عملیه که انجام میدمه، ایراد کار من کجاست؟ بفرمایید که مشکلتون چی هستش؟ مشکل من اینه که بسیار از آینده وحشت دارم، بسیار منفی‌گرا هستم. یعنی اگه بخوام به یه چیز خوب فکر کنم، هنوز مثلا یه خط فکر نکردم، یه چیز وحشتناکی وسط فکر من به ذهنم میرسه که دوباره فکرم از ذهنم پاک میکنم، باز میرم از اول شروع میکنم به فکر کردن. ببین از من یه پیغامی که من ببین راز کلیت های کار بردی. نه ببینید، شما میخونین یا توی تلویزیون گوش میدین یه چیزایی رو میگیرین، اما تکنیک و روش که با شما کار بشه، چجوری پدرن و الگوهای منفی باید از ذهنتون بره، تا اینا رو نیان کار نکنین، تکنیک رو عمل نکنین با این حرفا که آره مثبت فکر کنم خوبه، مثلا چیزای خوب، اونام یک عمری شما نگاتیو صحبت تو ذهنتون آوردین. یک کاسه من از ایران خودم تماس میگیرم، توی سمینار جایی نمیتونم شرکت داشته باشم. نه من اینجا خود من که مشاوره تلفنی با همه ایرانیا واقعا دارم و حتی 20 دقیقه مشاوره رایگان بهشون دادم. پدرن ها و الگوها رو باید تغییر بدیم، اونها رو درستش بذاریم تو جا. دنبال دلیل ببین از من، دنبال دلیل اگر هستی. دخترم، یه دختر 18 ساله. باشه، من باید رایگان مشاوره میکنم. اصلا کسی که میگم ما نداریم، ما نمیتونیم، من باشون رایگان مشاوره میکنم. مهم نیست، مهم اینه که شما تغییر کنین، مهم اینه که شما راضی باشین. من بیزنس که نمیکنم، میخوام انسانهایی که به من مراجعه میکنم و از من درخواست کمک میکنم، من بهشون اون کمک رو بکنم. بنابراین بکنین این کار رو، میتونین با دفتر من تماس بگیریم و وقت بگیریم، من با اتون صحبت میکنم که ببینم مشکل اصلیتون چی هستش. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. با شما هستم. شما روی خط هستین. سلام خانم دکتر. سلام بر شما. خسته نباشید. من از ایران تماس میگیرم. بفرمایید. بعد می‌خواستم ازتون اجازه بپرسم، حالا بیشتر از اینکه با خود شما صحبت کنم به مخاطبینتون یه چیزی عرض کنم اجازه هست؟ خواهش می‌کنم، بفرمایید. من می‌خواستم به مخاطبین عزیز، مثلا یه خانمی که الان زنگ زدم و گفتم مشکلشون
تفکر منسیوناست بگم خانم دکتر پروین نظامی یکی از بهتریناست و علم و دانش بالا با اصل و مثالی ایرانیان اصیل و محترم و بسیار متواضع و واقعا یک جواهر است. اگه میخواییم واقعا زندگی تو متعدل بشه واقعا بهترین انتخاب کردیم و کتاب و سیریشون واقعا میتونه کمک کنه و آدمو متعدل کنه. من تشکر میکنم از خانم رسول این خانم دست میذارم برای ایرانیان با عشق با تواضع با محبت کمکشون میکنم. واقعا قابل قدردانی هستم در مردم میخوام که واقعا واقعا تشکر کنم دست بدونم خیلی لطف کردیم، ممنونم. واقعا من اصلا خودم نمیدونم زبونم قاصره. من خدمتگزار کوچیک این جامعه هستم، خوشحالم که خدمت من میتونه برای انسانها مفید واقع بشه و بتونم اون کمک لازم رو تا در حد توان هر کسی میتونه به توان خودش نگاه کنه و ممنونم، بسیار سپاسگزارم. درود بر شما، بفرمایید. سلام دکتر. درود بر شما، سلام بر شما. قربونتون برم، خیلی دوستتون دارم، برنامه عاشق برنامه هاتونم. خیلی هم شرمنده ام که من یه آلرژی دارم، صدا خیلی گوش خراشه. نه صداتونم خیلی خوبه. من زمان خوب میدونم که فرصت خیلی کمه، من خیلی کوتاه خدمتتون بگم. من یه دختر 29 ساله دارم که از همشه مدل 20 بوده، دختر بسیار مثبت. الان دختر مثبت خوب، دختر خیلی خوبیه، ولی به خاطر بیم وسواس فکری که از بچگی داشت و ما یک کمی تو راهنمایی فهمیدیم تو دوران که بچگی هم داشته ما نفهمیدیم یا خودش هم نمیدونست بگه، در هر حال از تقریبا 4 تا 15 سالگی تحت نظر بهترین پزشکای روانشناس ایران هستش، دارو مصرف میکنه، الان فلوواکسامین مصرف میکنه که به دوز پایین رسیده، با بیرون ارتباطش خیلی خیلی خوبه، دختر نجیب خوب، هیچ اشکالی نداره. ولی پس وقت احساس کنه دلش نمیخواد از وقت ها بلند شه، دوست داره بخوابه، دوست نداره کاری رو دنبال کنه که مثلا یه هدف رو داشته باشه بگه به این نتیجه رسیدم، یا تو کار خونه یا بهداشت یا کار بیرون همیشه کمبود داره. بعدم بالاخره منم مادرم، دوست دارم که یه مقدار راهنماییش بکنم، پزشک بردم، در هر حال دیگه فکر کنم من کاری اساسا بر نمیاد. نمیدونم شما چه کمکی میتونید. آفرین، درود بر شما. باشه، میتونید از تلویزیون گوش بدین. ببینین مسئله مهمی که اینجا وجود داره اینه که مادرها که زنگ میزنن فکر میکنن میتونن اون قدرت رو داشته باشن که تغییر رو در بچه‌تون به وجود بیارن. هیچ کسی نمی... خیلی کمیت خان دکتر. شما از تلویزیون گوش بدین، تلفن رو قطع کردم، خوندم تلویزیون قطعه. حالا میتونین از حالا میخواین از تلفن گوش بدین، میتونین از تلویزیون گوش بدین. من این یه چیز کلی رو دارم بهم میکنم از تلویزیون. بله بله، نه من سوالی ندارم. تشکر میکنم. خیلی ممنونم از شما که لطف کردین. ببین عزیز من، ما مادرها میگن ما چیکار کنیم بچه‌مون رو تغییر بدیم. ببینین هیچ کی نمیتونه هیچ کسی رو تغییر بده، حتی من به عنوان یک تراپیست نمیتونم، مگر اینکه شما خودتون بخواین باور داشته باشین که یک اشکالی توی رفتارتون هست، مثلا خشمگین هستین، مثلا میترسین، مثلا افکار منفی، حالا یا obsessive compulsive disorder مثل افکار وسواسی دارین، یا یه مقدار mild depression دارین، افسردگی خفیف دارین، یا هر anxiety، استرس، همه اینا میتونه برای ما اشکال به وجود بیاره. حالا درجهش فرق میکنه، بعد بستگی داریم این که ببینیم درجهش چجوریه. بنابراین باید آدم کمک بگیره، هر کسی نمیتونه، مادر نمیتونه تکنیک رو به بچه بده، بچه گوش نمیده، به خاطر اینکه دبل ریلیشنشیپ میشه. شما نمیتونین هم تراپیست بچت باشی هم مادر بچت، کما اینکه خود من نمیتونم با بچم تراپی کنم چون من مادرشم و نمیتونم دو نقش رو براش بازی کنم. اون نقش مادر خیلی پررنگتره براش تا اینکه به عنوان یک کسی که داره بهش تکنیک میده بخواد اون تکنیک های من رو رفتار کنه. بنابراین ببینین باید کمک بگیرین از یک کسی که بتونه با بچه‌تون کار بکنه و بهش اون روش های درست رو بده. حالا به هر حال شما بیاید 20 دقیقه مشاوره رایگان بگیرین از دفتر من، اونجا من براتون یه توضیحی میدم در مورد این که اصلا وسواس فکری عملی رو چطوری، حالا من نمیدونم وسواس فکری عملی هم هست یا نه،
یا فقط تکرار یه سری رفتارها هستش که اون عملیه، یا تکرار یه سری افکار هست که اون فکریه. یعنی اگه یه سری فکر رو هی دنبال میکنین یا کسی که اون وسواس رو داره، خب این وسواس فکریه. بعضی موقع هر دوتاش با همه، هم فکری هم عملی، وادار میشین ظرف زیاد بشورین، دستون رو بشورین، کلید در رو هی مرتب چک بکنین، حتی اومدین سوار ماشین بشین باز برمیگردین میگین نه من چک نکردم، زیر گاز رو الان خاموش نکردم. یه سری رفتارهای تکراری وسواسی که اون فکره میگه آره نکردی و عملا میای و چک میکنی، اینو میشه وسواس فکری عملی هر دو با هم. بنابراین با من با دفتر من تماس بگیرید، یه مشاوره تلفنی رایگان 20 دقیقه‌ای بهتون میدم که یه مقدار کلیر بشین بدونیم مسئله چیه. درود بر شما، بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما. الو سلام. سلام، صداتون میاد عزیزم. از تلویزیون گوش ندید. ان شاءالله خوب باشین. ممنونم ازتون، خدا رو شکر. بله خانم دکتر، من نمیدونم، خیلی فوق العاده افسرده، کم صحبت، و وقتی که یکی خونمون میاد خیلی هم خوشحال میشم، ولی هی دلم میخواد که زودتر بره، حتی بچه ها. خدمت شما عرض کنم که اگر از صبح تا شبم یک گوشه بشینم هیچ نوع خستگی ندارم، دلم کمتر میخواد برم بیرون، همش فکرهای بد میکنم، هی بره میگردنم که فکرهای خوب. زندگی من خدا رو شکر راحته، بد نیست، اما نمیدونم با روانشناس چجوری صحبت کنم، از چی بگم. من توی سنتری میرم که یه بارم من خدمت شما با دخترم اومدم، یک کتاب خودتونم به ما تقدیم کردیم. خواهش کردیم، تقدیم کردیم. الان خیلی خوشحال میشم که منو راهنمایی کنیم. من از تلویزیون گوش میدم. خواهش میکنم. از امریکا زنگ میزنین شما؟ بله بله بله، من از لس آنجلس. لس آنجلس، باشه. چند سالتونه؟ جا خودتون چند سالتونه؟ من سنمو بگم 76 سال. اوکی، خیلی خوب. من از تلویزیون گوش بده نمیدونم. خواهش میکنم. ببینین عزیز من، شما خودتون الان قبول کردین که دوست ندارین معاشرت بکنین، دوست ندارین جایی برین. اینا واقعا برمیگرده به این که اون حالت افسردگی در شما به وجود اومده. اما این که از حالت افسرده چطوری میتونیم در بیان، بستگی به این داره که آیا افسردگی خفیفه. افسردگی شدید برمیگرده به این که ما اصلا دلمون نمیخواد بیرون بریم، که شما ندارین اون افسردگی شدید. افسردگی خفیف دارید. افسردگی خفیف هم پدرون های ذهنی ماست، وقتی که ما خیلی به افکار منفی توجه میکنیم. و ببینید کسی که دارای دیپریشن هستش، سه تا مسئله در مورد اون اگر واقعا گویا باشه و اون سه تا رو درش ببینیم، میتونیم بگیم این افسردگی داره. این که میگه که گذشته خیلی بد بود و همه چیزهای منفی در گذشته من وجود داشت، آینده‌ام همونطور بر مبنای گذشته قضاوت میکنه و میگه الانم همونطور بده و دو روز دیگه هم آینده هم همونطور چیزهای منفی در زندگی من اتفاق میفته. این طرز تفکر اگر حاکم بشه بر ذهن شما و مرتب تکرارش کنین، رومینیشن یا در حقیقت تکرار مکالمه ذهنی منفی به این شکل که همه چیز رو منفی ببینی، از هیچ که خوشم نمیاد، دوست ندارم که با کسی حرف بزنم، دوست ندارم بیرون برم، دوست ندارم، حالا اگر به صورت شدیدتر باشه دوست ندارین حتی برین دوش بگیرین، به نظافت خودتون برسین، یا خواب، شبها خوابتون تنظیم نیست. بستگی داری دیگه چه نوعی داریم. بنابراین اگر دوست داشتین میتونین با من یک به هر حال اون 20 دقیقه مشاوره رایگان باهاتون انجام بدم، بهتون راهنمایی میکنم. و ممنونم از تلفنتون. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. خانم دکتر، من زنگ زدم فقط ازتون تعریف کنم و تشکر کنم، برای که قدیمون گفتن پول است نه جان است که آسان بتوان بود. کسی که اثر پولش بگذره همین کافیه که مشت نشانه خروار است. همین رو فقط میخواستم بگم، کسی که
توی آمریکا از سر پول بگذره. پول خیلی مهمه، پول عزیزتر از جونه. این همین دلیل خوبی و با وقاری و با شخصیت شما. آدم هست دکترها هستن که تا زنگ میزنی بهشون اول میگه شما رو کردیت کارتت خوده، اون واقعا دنبال پول. ولی شما نه. من بهت افتخار میکنم به عنوان یک زن ایرانی و دوستت دارم و موفق باشی. خیلی خیلی خانم با شخصیت و با ادب و نزاکت هستی. خانم دکتری هستم که خیلی ادعای فهم و عقل میکنن و میگن ما استاد دانشگاه در دانشگاه تهران بودیم، ولی روی خط همش با مریضاشون پرخاش میکنن و بلافاصله گوشی رو از رو مریض قطع میکنن و یکی از بدترین کاراست که مریض داره حرف میزنه گوشی رو قطع میکنن. من فقط زنگ زدم ازتون تشکر کنم که به مردم هم در ایران هم در اینجا کمک میکنین. موفق باشید، دوست دارم، خدا. خیلی ممنون، شما از امریکا زنگ میزنین. بله ممنونم از لطفتون. من واقعا خیلی تشکر میکنم. خانمایی که از همین لس آنجلس هم قبل من زنگ زدن گفتن تنها کسی که اسم خدا رو میاره و ما باور کردیم که واقعا اون نیروی لایزالی که ما رو هدایت میکنه خداوند هست، شما هستیم. ما قبلا چون هیچ کس این اسم رو نمی آورد ما فکر میکردیم ما دوچار خرافات شدیم که داریم به خداوند متوسل میشیم. اما ایمانتون وقتی گفتن حالا ما که شما صحبت میکنین واقعا فهمیدیم که یک قدرت و نیروی لایزالی که کل جهان ما رو هدایت و حمایت میکنه اون نیروی خدا و انرژی های الهی هستش و ما باورمون شد. من خیلی خوشحالم که اگر بتونین تفکرتون رو بر این مبنا که اکشن ریاکشن هر ما بر مبنای قوانینی که در جهان هستی حاکم هستش و هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه میتونیم همه چیز رو ثابت بکنیم. وجود دلیلی هم نداره ما بخوایم خدا رو به این شکل ثابت بکنیم. وجود داره به خاطر اینکه شب و روز میاد، فصول میاد، طوفان میشه، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، هوریکن میاد، هر چیزی که بشر الان هر کاری هم بکنه نمیتونه اون مانعش بشه. یه چیزایی هست و یه دلایلی پشتشه که با دلایل من بشر و اینکه بخوام استدلالش بکنم نمیتونیم رابطه علت و معلولی پیدا بکنیم، بگیم به این دلیل اینجوری شده. اما وقتی باور بکنیم یه قانونی بر جهان هستی حاکم هستش و اون اینی که این قانون بر روابط ما انسان‌ها هم قانون حاکمه و این قانون رو ما بیام رعایت کنیم، قوانینی که حاکمه به روابط ما، چه قانونیه؟ مهر، محبت، دوستی، خدمت و عشق، غیر از اون هیچ چی دیگه نیست. قضاوت، کینه، خشم، حسادت، رقابت، تمام اینا منفیه و اگر شما با یکی بخواید رقابت کنین، حسادت کنین، باهاش تو ذهنتون همش خشم نسبت به آدم‌ها رو داشته باشی فقط به خودتون ضربه میزنین. وقتی که از محبت میایین، از ایثار میایین، آدم‌ها رو قضاوت نمی‌کنین، مورد قضاوت قرار میگیرین. تنها کسی که میتونه قضاوت کنه اون خداوند هستش که درون آدم ها خبر داره. ما به ظاهر اونا نمیتونیم قضاوت بکنیم که آدم بدیه پس این کارو کرده، ما بخوایم مثلا رسواش بکنیم. ما هیچ دلیلی برای رسوایی هیچ کس نداریم و اگر بکنیم خودمون رسوا میشیم. اینو من 100% ببینیم. من فقط غیر از اینکه درس دانشگاهی خوندم، من فقط 20 ساله تو اسپریچوالی لحظه به لحظه مواظب کلامم بودم، مواظب تفکرم بودم، مواظب راه رفتنم بودم، مواظب رفتارم بودم، ببینم چه جوری کانسکوئنسزش برای منه، چی برای من برمیگرده. تمام اینا رو با قانون دارم بهتون میگم، هیچ کدوم من از تو کتاب و جایی نخوندم که اینطوریه. همه رو بر مبنای تجارب شخصی و واقعا اینکه چقدر این قوانینی که رابطه بر رابطه ما انسان ها حاکمه بر رابطه ما انسان ها، این قوانین اگر عمل کنیم آدم ها رو به این چشم نگاه کنیم. حتی اگر فکر میکنیم، ببینید یه تکنیک بهتون یاد میدم اینجا، اگر فکر میکنید یکی دشمن شماست
و این آدم رو دوست ندارین، آی این برای من اون کار کرده، این باید ضربه بهش بزنم. اصلا تعجب میکنم وقتی حالت انتقام ضربه. ما انسان ها اصلا برای اون کار دنیا نیومدیم، برای خیلی چیزای دنیا اومدیم که هنوز رسالت انسانیمونو باید درک بکنیم. واسه چی دنیا اومدیم؟ نیومدیم بخوریم بخوابیم مال جمع کنیم شیرجه بزنیم تو تاریکی، اومدیم آگاه بشیم، روشن بشیم تو این زندگی که الان مسئولیت داریم. مسئولیتی غیر از انسان بودن نداریم و آگاه شدن از اینکه چگونگی این ارتباطات با ما چطوری هستش. یه تکنیک بهتون یاد میدم و اون اینه که هر انسانی که میاد جلوتون، حالا فامیلتونه، دوستتونه، همسرتونه، میشناسینش، احساس کنین تازه اینو دیدین. با آدمایی که تازه میبینین چجوری برخورد میکنین؟ سلام، حال شما چطوره؟ خوشحال شدم دیدمتون. هیچ وقت باهاش ازش انتقاد نمیکنین، نمیخواین هرتش بکنین، میخواین گود لوکینگتون نگه دارین، با اون آدمه میخواین رفتار قشنگی داشته باشین و خودتون رو به عنوان یک انسان با محبت نشون بدین. خب با همه افرادی که روبرو میشین، جدید و قدیم، اونا رو فکر کنین تازه دیدین، بعد ببینین چقدر تفکرتون تغییر میکنه. بک‌گراند آدم ها رو یادتون نیاد، از کجا اومده، چه جوری شما رو باهاش کینه دارین، چه بدی به ما کرده، یا هیچ کدوم یادتون نیاد، فقط سلامی که میکنین، ذهن پاک که من اصلا تو رو ندیدم تا حالا و الان که تو رو دارم نگاه میکنم فکر میکنم یه آدم جدیدی هستی، با من روبرو شدی، من حالا میخوام باهات سلام علیکم. این خیلی تکنیک خوبیه، باش بهش عمل کنیم. من با اتون حالا صحبت میکنم. درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. اصلا نباشید خانم دکتر، خیلی تشکر میکنم از راهنمایی های شما و خیلی خوشحالم از اینکه تونستم با شما تماس بگیرم. خواهش میکنم. از دارم 37 سالشه. بله. دو سال پیش همسرم از دست دادم. از اون موقع تا حالا یعنی همسرم سکته قلبی کرد، پسرم با دکتر به اصطلاح در آغوش پسرم فوت کرده. متاسفم. از اون موقع تا حالا دو ساله پسرم از خونه نمیاد بیرون، غمگینه، همش میگه من اصلا دنیا فایده نداره، سر کار نمیره، میگه من میخوام بمیرم. جدیدنم چندین بار دکتر بردم ولی فایده نداشته و داروهاش هم الان دیگه خودم میرم میگیرم یا نمیخوره، چون همش میخوابه میگه اینا چیه به من میدی. بعد میاد میشینه همش گریه میکنه، هر وقت میبینم تو اتاقش داری گریه میکنه، میاد همش یاد خاطرات پدرش رو بینه. ولی خب الان افسردگی رو داره، خوابش کم شده از نظره. ببینین علائم اینو داره که هموم نمیکنه، غذا دلش نمیخواد بخوره یا دلش نمیخواد بیرون بره، یه سری میگم علامت اینو داره که مثلا بی اشتها شده باشه، کم خواب شده باشه، یه سری علائم. کم خواب هستش ولی بی اشتهایش هم بله کم شده یه مقداری. خب ببینین اینا داروهایی که خب دکتر داده بهتون، وقتی دار ببینین ما نورو ترانسمیترهایی که توی مغز ما هستش، اون دوپامین سروتونینی که به هر حال توی مغز ما هست، باید بالانسش به وجود بیاد از طریق دارو که بالاخره مود ما رو میتونه استیبل کنه، مود ما رو میتونه بالانسش رو یا هماهنگیش رو نگه داره. ما باید اون کس که دکتری که بهشون دارو رو تجویز کرده خب بعد ایشون استفاده بکنن. وقتی نکنن به این حالت دیپریشن شدید میرن. با کسی هم که دیپریشن شدید داره نمیتونیم تراپی بکنیم، به خاطر اینکه اصلا کانسنتریت نداره، که یعنی تمرکز نداره که بفهمه ما چه تکنیکی میدیم. بنابراین شما تنها تشویقی که میتونیم بکنین اینه که دارو رو هر طوری شده ایشون باید مصرف کنه. درود بشه، من به خط بعدی رو میگیرم. ببخش نمیدونم چه جوری شد که قطع شد. در مورد همین با این خانم که صحبت میکردم، حتما اون دارو رو شما بهشون بدین، چون غیر از اینکه اون بالانس نوروترانسمیترها به وجود بیاد راه دیگه ای نداره. من در مورد سمینار اون چیزی که ورکشاپ یا کارگاه آموزشی که اونجا دارم
رو تمام این چیزایی که میتونه ذهن شما تفکر شما رو از منفی گرایش به مثبت بده تغییر بدم. گفتم کسی که دیپریشن شدید دارن که بعد دارو بخورن اونها اصلا شاید اصلا جذب نکنه یه سری چیزا رو. برای آدمایی که به هر حال منفی فکر میکنن یا فکر میکنن تصمیم گیری پرابلم تصمیم گیری دارن، تمام اون چیزایی که مشکلاتی که در زندگی آدم هست، نحوه رفتارشون با خودشون، ما نحوه که با خودمون رفتار میکنیم ما بلد نیستیم چطوری با خودمون دوستانه برخورد بکنیم. وظیفمونه، مسئولیت ماست که سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم، سلامتی روانمون و سلامتی جسممون و سلامتی تغذیه‌مون رو با ورزش کردن خودمون رو از انواع بیماری‌ها دور بکنیم. این وظیفه ماست که صدمه به جسم خودمون نزنیم. و وقتی که ما به خودمون ظلم میکنیم و نمیخوایم این کار بکنیم، خب معلومه که نمیتونیم مسئولیت این که با دیگران چطوری برخورد بکنیم رو اون رو تو وجود خودمون بیاریم و ببینیم چطوری میتونیم با این افراد برخورد بکنیم. این سی دی و کتاب من، این توی کتاب من گفتم اگه 5 بار 10 بار اینو بخونین، تکنیک ها رو عمل بکنین، اینقدر تکنیک های واقعا کارایی برای شما گذاشتم که با این تکنیک ها میتونه زندگیتون رو متحول بکنین و یه مقدار تفکرتون اصلا تغییر بکنه. و سی دی رو که گوش میدین باز هم یک سری چیزهای مطالب کتاب توش هست و 2 تا میتیشنی که برای یکی برای باورهای محدود کننده، از بین بردن باورهای محدود کننده، یک حالت همون هیپنوتراپی میتیشنی گذاشتم براتون که در ارتباط با اعتماد به نفس هستش. یک خانومی که زنگ زده بودن در مورد مسئله کتاب من، میگفتن ما ضمیر برتر و ضمیر آگاه و ضمیر نیمه آگاه و اینا رو نمیدونیم و ضمیر ناخودآگاه. من تمام گفتم، ولی من به صورت خیلی مختصر بهتون میگم، ما ضمیر آگاهمون جایگاهی که داره اینه که آنچه را که الان شما میدونین، آنچه را که الان بهش آگاهین، میدونین اسمتون چیه، دانشتون چیه، خانوادتون، که اینا رو بهش میگن ضمیر آگاه. و موقع که آگاهی الان رو دارین و یه خاطره باز براتون اتفاق میفته، یه اتفاقی براتون پیش میاد، میشه ضمیر نیمه آگاه، میره تو ضمیر نیمه آگاه. ما دسترسی از طریق ضمیر آگاه به ضمیر نیمه آگاه وقتی که بهش فکر میکنیم و یکمی دیپ عمیق‌تر میشیم، میتونیم به اون ضمیر نیمه آگاه دسترسی پیدا کنیم. ضمیر ناخودآگاه خیلی دورتره و اون چیزاش، یعنی رفتارها و پدرن ها، الگوهایی که در اون شرطی شده و مونده، باثبات شده، یه مقدار باید کار بشه بیشتر تا بتونیم اونا رو تغییرش بدیم و تبدیلش بکنیم به یک باور درست. پس من از طریق تو این سمینار من جادوی باور رو دارم با تو. باور ما جادو میکنه. با باورت میتونی سرنوشت خودتو به دست خودت بگیری، میتونی با تغییر تفکر خواسته هات رو توی زندگی کرییت کنی، خلق کنی، ببینی. اینا چیزایی که عیناً میتونین با خواسته های کوچولو شروع کنین، امتحان میکنین، بعد میبینین که اوکی، با این تفکر. حتی مثلا با خودتون بگین که صبح که بلند میشین به جای افکار منفی بگین که من میدونم امروز یه تلفنی میشه به من که برای من خوشاینده. همین، امتحان کنین، ببینین کلامو و قدرت تخیل و تفکرمون، ببینین چه جوری روی زندگی ما اثر میذاره. اینا چیزایی نیست که خرافات باشه، یاد بگیریم و انجام بدین. من باور ندارم، خب کسایی که تنبلی ذهنی دارن، نمیخوان کار بکنن با خودشون، دنبال دلایل اسکیوزای یا دلایل خیلی نابجایی میگردن که خود نخوان بپرن جلو و خودشون رو تغییر بدن. پس ضمیر آگاه، اونی که ما ازش آگاهیم، ضمیر نیمه آگاه، یه سری خاطرات و اتفاقاتی که در زندگی ما افتاده تو ضمیر نیمه آگاه، میتونیم اینا رو بیاریم بیرون. تو ضمیر ناخودآگاه اون دیپ دیپ یه خورده دورتره، مال دوران کودکی و دورانیه که دوره ثباتش، یعنی شکلگیریه که اونجا یه مقدار ثبات پیدا میکنه توی اون خاطرات که اونا رو یه خورده ما باش کار میکنیم و از طریق هیپنوتراپی میتونیم تغییرش بدیم. درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر، قربونت برم. قربون شما. میخواستم یه سوال داشتم. من شوهرم 70 سالشه، بعد ایشون ببخشید اینو مطرح میکنم جلو تلویزیون، خیلی به سکس علاقه منده، بعد همش به من میگه که من باید هر کاری میکنم تو هیچی نگی، من هر کسی هم میارم تو چیزی نگی. من الان 45 سال دارم زندگی میکنم، دیگه اعصابم خورد شده، الان خودم رو جدا کردم، جدا دارم زندگی میکنم، ولی بازم هی میاد میگه که من دیگه میخوام بیارم، دیگه مثلا باید با کی ارتباط داشته باشم. من همینجوری هی دارم باش مدارا میکنم، ولی دیگه اعصابم خورد شده، نمیتونم چیکار بکنم. از من مدارا نداره وقتی که شما هم بیام. به هر حال هر کسی بیاد به خودش لطف کرده. ما اینجا گفتم چیزی که من میخوام فیور کنم، هدیه کنم به جامعه ایرانی، و امیدوارم که شما هم این هدیه رو بپذیرین. برای خودتون کارایی داره، برای خودتون تغییر ایجاد میشه. آره از تلویزیون گوش بدین عزیزم، از تلویزیون گوش بدین. خواهش میکنم. شما وقتی میگیم من نمیتونم و اون به من دستور میده باید این کارو بکنین، خب شما از نظر ارزش به خودتون کجاست؟ یعنی واقعا فکر میکنین یکی دیگه باید دستور بده شما بیاین عذاب بکشین، یک چیزی رو مثلا شاهد باشین و عذابش هم بکشین؟ شما دلیلی نداره که بخواین تو اون خواسته ایشون خودتون رو تطبیق بدین با خواسته ای که خیلی نابجاست. میتونین توجه نکنید دیگه، میگین 45 سال عادت به اطاعت کردین که اگر یه چیزی هم شما رو آزار میده باز برین انجام بدیم. چطوریه که ما اینقدر واسه خودمون ارزش قائل نیستیم؟ چطوریه که ما نمیدونیم کجا هستیم؟ ما اشرف مخلوقاتیم، ما قادریم، ما تواناییم، هر چی رو بخوایم از طریق ذهنمون، تفکرمون، رفتارمون، تغییر باورهامون، تغییر عادتهامون، تغییر رفتارهامون میتونیم به دست بیاریم. اینا پیغاماییه که من دارم به شما میدم، باید عمل بشه بهش. حالا اگه کسی بلد نیست میتونین به هر حال برین تکنیکا رو یاد بگیرین، حالا یا با من یا با هر کسی که دوست دارین، ولی به خودتون این لطف رو بکنین، پدرناتون رو عوض کنین. یک عمری ما نمیتونیم با چیزای منفی که تو ذهنمون هست، با حقارت هایی که به خودمون تحمیل میکنیم بخوایم زندگیمون رو تغییر بدیم، هم چیزی اتفاق نمیفته، شاد نمیشین. هر وقت که یاد بگیری وجودت رو، ارزش هاتو زندگی کنی، اون موقع احساس رضایت میکنی. درود بر شما، بفرمایید. سلام، شب بخیر، البته روزتون بخیر. من از تهران زنگ میزنم و خیلی خوشحالم که امشب اولین شبی که برنامه شما آشنا شدم، و تقریبا خودم همیشه چون دبیر بودم 32 سال حالت مشاوره داشتم برای همه، ولی در مورد دختر خودم کاملا مشکل داشتم، ولی میدونم شما تنها کسی هستین که واقعا میتونین کمک کنین، چون من خیلی پیگیر بودم، ولی هیچ کس این صحبتایی که شما دارید که از دلتون بلند میشه و به دل میشینه رو من از کسی نشینده بودم. خیلی خوشحالم که کتاب با ارزشی دارید. اول میخوام بدونم اینو من تو ایران یا میتونم تهیه کنم و از کجا؟ بله بله، تو ایران با دفتر من تماس بگیرین، 0912-390-2686 ما همین تلفن برای اون ورکشاپ و سمینار منم، هر کسی که حالا صدای من میشنوه میتونن تماس بگیرن، اطلاعات رو بگن، و شما میتونین این کتاب رو از این طریق سفارش بدین، براتون به آدرستون که میفرستین به آدرستون پست میشه و به دستتون میرسه. منم از لطف و مرحمت شما خانم دبیر که آگاهیتون در این واقعا در حد بسیار خوبی هستش که خودتون آگاهین که خود انسان ما نمیتونیم بچه های خودمون رو به هر حال باهاشون کار بکنیم و باید کسی دیگه بتونه اون کار رو برای ما انجام بده. ما قادر نیستیم به هیچ کدوم از بچه ها، شوهر، خواهر، همسایی که ما رو باهاشون دوستیم و صمیمانه رفت آمد میکنیم، نمیتونیم با اونا بخوایم بهشون بگیم چی کار کن چی کار نکن، یادشون بدیم. نه به هیچ کس، نه به اونا، به هیچ کس. هر کسی تغییر رو باید خودش اول قبول بکنه، اول قبول کنه که من خشمگینم، من ترسوام، من حقارت دارم، من نمیدونم استراب دارم. قبول بکنه یک چنین چیزی رو داره، نه اینکه بخواد هی بگه اون داره.
یا دعوا که میشه، مشکل که میاد نمیگه من مشکل داشتم، فوری توپو میندازه تو زمین یکی دیگه که اونو چرا، برای اینکه ما برای چی دیگران رو انگشت اشارمون به دیگرانه؟ برای اینکه نمیخوایم مسئولیت قبول بکنیم برای تغییر خودمون. هر اشکالی که بین من و یکی به وجود میاد، این دو تا آدمن که این اشکال به وجود میارن و من نمیخوام واقف بشم که آگاه بشم که منم رفتار پرخاشگرانه دارم. اگر اون به من حرف بدی زده و من پاسخشو پرخاشگرانه دادم، من هم مشکل دارم. اینا برمیگرده به اون الگوهایی که ما پدرنایی که توی سابکانشس مایندمونه و توی آنکانشس مایندمون جایگزین شده تو ضمیر برترمون و اینا رو شرطی اتوماتیک پاسخهای نابجا بهش میدیم. بنابراین یاد بگیریم که یه کاری برای خودمون بکنیم و تا موقعی که نفهمیم چه رفتاری اشکال داره و نپذیریم، اول پذیرش، بعد با اون رفتار کار بکنیم. نمیشه که بگه آره خب من دارم ولی نمیتونم. خب کمک بگیرین، اگر ترسو هستین گفتم، اگر خشم دارین، اگر ترس دارین، اگر نمیدونم ابسشن دارین، هر چیزی که مشکلاتی که دارین میتونین آگاه بشین اول که من این دارم، تو رابطه‌ام اگر اشکال پیش اومده نگم اونه تقصیر اونه. همیشه یه جوری هم به خودمون لطف بکنیم و بگیم درود بر شما که به من زنگ زدین. درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم دکتر. درود بر شما. سلام بر شما. بسته نباشید. فقط توضیح زیاد ندی خواهش می‌کنم، برای اینکه الان من به من گفتن 3 دقیقه وقت دارم. بفرمایید. خانم دکتر، من از ایران صحبت می‌کنم. بله، من الانم اعلام می‌کنم کسایی که توی روی خطم هستن من جواب میدم، اگه نشد بمونین روی خط، بعد از اتمام برنامه با اتون صحبت میکنم. بفرما آقای محترم. من یه پسر 29 ساله دارم. بله. سلام خانم دکتر. پسر 29 ساله دارم که ناراحتی اعصاب داره. خیلی بدبینه با سوال و وسواس فکریه. سالها دارو استفاده میکنه ولی وسواس بدبینیش اصلا خوب نمیشه. اضطراب هم داره. یه مقدار ترسی هم هست. الان من چیکار باید بکنم در داش؟ آقا ببینید، شما نمیتونین کاری بکنی، هیچکی نمیتونه از اطرافیان کاری بکنه. اول باید خودش قبول بکنه که تکنیک ها رو بگیره، قبول داشته باشه که مشکل داره. من هر کی هم زنگ میزنه میگه خانم دکتر من دخترم اینجوریه اون اونجوریه، شما بگی من چیکار کنم، میگم اگه دخترتون میخواد تغییر بکنه و آگاه هست بگیم با من تماس بگیره، من باش کار کنم. اینی که من به شما یاد بدم چطوری ما اون رفتار کنین، میتونم یه مقدار بهتون بگم چجوری بپذیرنش، ولی اینکه چجوری اونو خوبش بکنین، درستش بکنین، خودش باید قبول کنه چه اشکالی داره، بیاد و بخواد اونو رفعش بکنه. اول آگاهی، دوم اقدام برای تغییر اون رفتار ناخوشایند یا عادت ناخوشایند یا اون مشکل حالا رفتاری، مثل گفتم بهتون که انواع مختلف داره، خودش آگاه باشه که اینو داره و بخواد اونو تغییر بده. تا موقعی که خود ما آگاه نباشیم نمیریم دنبال درمان. ببینین وقتی من میگم نه من اصلا اینا، چه باشه شما با دفتر من 0912-390-2686 تماس بگیریم، من یه 20 دقیقه 15 تا 20 دقیقه مشاوره رایگان باهاتون میکنم، بهتون راه و چاره رو میدم دیگه، اون موقع میتونین انتخاب بکنین که چیکار بکنین. چون الان به من گفتم وقت کمی دارم، من در مورد همون سمینارم گفتم بهتون، میتونیم با همون 0912-390-2686 زنگ بزنین دیگه. اون هزینه هتل و اینا جداست که خودتون میتونین با اون مسئول تور صحبت کنین و ببینین که چطوری براتون واقعا به صرفه تره. فقط یه هزینه ورود به سمینار و اون مخارج جانبی که با توجه به سمینار هست میشه، بنابراین با توجه به قیمت که قبلا اون همه پکیج ما هم گرونتر بود، الان واقعا یک دو سوم شده، خیلی کمتر شده. برای شما اون رضایت رو خواهد داشت. کسی اینجا نمیخواد کیسه بدوزه و شما رو بکشونه. مهم اینه که
من دارم هدایتتون میکنم. حالا میگه که آوای خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آوای خدا. ما به آوای درونمون گوش بدیم، پیغاماشو بگیریم، از مهر بیایم، از محبت بیایم، از عشق بیایم، از دوستی بیایم، هیچی از ما کم نمیشه. وقتی به یکی لبخند میزنی هم به اونو شاد میکنی هم خودت شاد میشی. محبت و ابراز محبت رو یاد بگیریم. اینقدر دوستت دارم رو به تمام اطرافیانتون بگین که به همون اندازه بشنوین. وجود ما گنجایش میلیون ها میلیون ها میلیون ها بار شنیدن محبت و دادن محبت و عشق رو داره. پس اون رو ایثار کنین، نثار کنین، همونطوری برگردونین. پول رو وقتی انرژیشو میبندین، خصت میکنین و حاضر نیستین، از دستمون هیچ پولی برای ما نمیاد، از دستمونم میره. ولی وقتی که انرژی هر چیزی رو، انرژی محبت رو رها کنین، انرژی عشق رو رها کنین، انرژی دوستی، انرژی اون چیزی رو که برای خودتون دوست دارین انجام بدین و همش میخواین نگرش دارین، همه اینا رو وقتی میبندین تمام موهبت ها براتون بسته میشه. همه چیز رو از فراوانی بیاین. میگه میلیونر کسی است که میلیونری زندگی کند، نه اینکه میلیون ها دلار داشته باشه توی بانک. میلیونر کسی است که با همون 100 دلارش، 100000 تومانش، 500000 تومانش بتونه را اون یعنی جان کلام اینجاست که به خودتون افتخار بکنین که بشر آفریده شدین. و اگر نخواین بپذیرین که انسان با ارزشی هستین، اون موقع از حقارت میاین، از ترس میاین. کسی که رو خط هستن نگه دارم، من تلفنشون رو جواب میدم. و واقعا از آقای اندرو خیلی تشکر میکنم، هم کتاب من هم برای اون سمینار میتونین 0912 بنویسین، اینا رو از من نپرسین، 0912 390 2686، 0912 390 2686 زنگ بزنین و تمام اطلاعات رو بگیرین. کسی که رو خط هستن من بعد از برنامه بهشون جواب میدم. با تشکر خیلی زیاد و سپاس و درود به آقای اندرو، تا درودی دیگر با شما بدرود میگم. خدا نگهدار همگی شما، دستتون رو میفشارم. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق